قاعده 98 به تحریف کتاب های آسمانی قبلی باور داشته باشیم. پس ما مسلمان ها باور داریم، عقیده داریم که کتاب های سابقه تحریف شده. خب اگر شما در قسمت تحریف کس شک داشته باشه، فهمیدین؟ اگر در قسمت تحریف شک داشته باشه آدم، باز چی میشه؟ سلفه زیاد میکنه. اینال اگر کسی در تحریف کتاب های آسمانی شک داشته باشه، مراجعه بکنه به کتاب خودشان. امیال هم شما اگر کتاب از اینا را باز بکنین، آثار تحریف در این کتاب میبینین. و یک انسان اگر عقل خودم در کار پرده، میفهمه که اینمی کتاب تحریف شده است. هم تورات هم انجیل. تورات چرا تحریف شده؟ شما در این صفحات اول و دوم و سوم تورات که ببینین، به خالق متعال صفات را نسبت میکنن که شایسته خالق متعال نیست. صفت جهل، صفت بیخبری، حتی العیاذ بالله دروغ. میگه الله خداوند در کتابشان مخانم، میگه خداوند به آدم گفت که اگر از این درخت بخوری، از میوه از این درخت بخوری میموری. در یک صفحه گپا میزنن، در صفحه دیگهش میگه که آدم از میوه از این درخت خورد، مگر چی شد؟ نمرد. پس در حقیقت به خالق متعال نسبت چی رو دادن؟ دروغ دادن. اینا نسبت پشیمانی، نسبت دروغ، نسبت مثلا العیاذ بالله جهل، نسبت قشتی گرفتن. متوجه هستید؟ اینه کلش وقتی که بخوانی میفهمی که کتاب تحریف شده است. همین قسم اگر شما این کتاب را بخوانین، ببینین که در این کتاب بسیار در قسمت پیغمبرا، ما همین ترفیع پوهندویی مده پوهنتون، مقایسه بین زمین نبوت بود، مقایسه نبوت در بین ادیان امی ثلاثه، یهودیت، نصرانیت و اسلام. وقتی که من خواندم بر پیغمبرا چیزایی را نسبت میده که ما شما به یک انسان عادی نسبت داده نمیتونیم. شراب نوشیدن، حسادت کردن، قتل کردن، زنا کردن، العیاذ بالله، چیزایی هست که انسان عاقل خود به خود میفهمه که کتاب یک تکه چی است؟ تحریف شدگی هست. پس ما عقیده داریم نظر به آیات و احادیثی که آمده و نظر به شواهدی که در اونجا هست، که در اونجا چیزایی هست که نبوت پیغمبرا ما و شما میگیم معصوم است. در عقیده ما و شما که پیغمبرا گناه کبیره چی که حتی گناه صغیره نمیکنن. پیغمبرا گناه کبیره خود نمیکنن، گناه صغیره هم نمیکنن. بعضی اوقات پیغمبر یکی اولا هست که درجه اولا است، یکمه که از پیشان لغزش میشه و او را اجتهاد میکنن، فکر میکنن که خوب است، اما امو در اجتهادشان خطا میکنن. متوجه است؟ یعنی نهایتی که ما و شما عقیده داریم که پیغمبرا تنها در اجتهادات خود چی کردن؟ اشتباه و خطا کردن در اجتهاد. و در اجتهاد ما و شما قاعده داریم که مجتهد اذا اجتهد مجتهد فاصاب و اصاب فله اجران. وقتی که مجتهد اجتهاد میکنن و دو اجتهاد خود اصابت کرد، برای دو چند اجر است؟ دو اجر است. و این اخطأ و اگر خطایه فله اجر واحد، بازم یک اجر داره. از این خاطر ما شما در مورد تمام مجتهدین، مجتهدین احناف، شافعی، مالکی، حنبلی، با کل از اینا اوتو عقیده داریم که اونا چی هستن؟ مجتهد هستن و در اجتهاد خود اگر اصابت کردن برایشان یک اجر است، و اگر در اجتهاد خود خطا کردن برایشان چی هست؟ دو اجر است. فهمیدین یا نفهمیدین؟ ایناله اگر خطا کردن یک اجر است، غلط نکنم، متوجه شدین؟ اگر یک مجتهد اجتهاد کرد و در اجتهاد خود اصابت کرد، به حق رسید، اشتباه نکرد، الله برش دو اجر میده. یکی اجر اجتهادش، یکی اجر رسیدن به حق. اگر یک مجتهد اجتهاد کرد و در اجتهادش اشتباه کرده بود، الله برش چی میده؟ یک اجر میده. به خاطر که زحمت خود کشید، تحقیق خود کرد، اما از پیشش چی شد؟ اشتباه شد. بسیاری وقت ما اجتهاد میکنیم، اجتهاد ما منظور می نیست که ما بخیزیم مال استنباط از کتاب الله بکنیم، ما خب به درجه مجتهد نیستیم. یعنی بعضی اوقات هر کسی یک اجتهاد به حساب لغوی میگم، ما شما یک کار فکر میکنیم این کار خوب است، پس اون برای ما کشف میشه که این کاری که ما گفتیم خوب است و چی هستن؟ خراب است. متوجه هستی؟ یعنی پس الله متعال برای پیغمبرایی که حتی در اجتهادات خود خطا هم شده از پیششان، الله برای اونها چی میده؟ اجر میده. پس او گناه نیست، برازو گناه گفته نمیشه. یا مثلا صحابه اجتهاد کردن در بعضی از مسائل، یک صحابه یک قسم اجتهاد کرد، صحابی دیگه اجتهاد کرد.
از یکیش اجتهادش صحیح برآمد، از یکیش اجتهادش خراب برآمد. پس بر هر دوش الله میگه اجر است، بر یکیش دو تاست، بر یکیش اجر است. اینا ما به تحریف کتاب‌های آسمانی قبلی به خاطر ازی باور داریم که امر این تحریف در قرآن ثابت است. یحرفون الکلمه عن مواضعه، متوجه هستین؟ پس ثابت است که اینا الفاظ یا کلمات قرآن هم کتابشان از موضعش تغییر میدادن. هم تحریفش در قرآن ثابت شده، هم تحریفش در احادیث ثابت شده، و همچنان تحریف از این کتاب ها از نگاه تحقیقی و علمی ما و شما میبینیم که چیزهایی که در این کتاب ها هست هیچ وقت ای با عقیده سر نمیخوره. چطور یک پیغمبری را که الله روان میکنه که تو برو برای رهنمایی بشریت، العیاذ بالله، و پیغمبر زنا کنه یا شراب بخوره یا مثلا سرقت بکنه یا چی بکنه، پس مردم وقتی که او این کار کرد دیگر باز خیلی از دیگر چی گله هست؟